این مشکل نگرفتن مجوز یا ترس از گرفتن مجوز یا اینکه محدودیت آره و این کلا محدودیتی که برای هنر و موسیقی به خصوص در ایران وجود داره باعث شده یه پدیده شکل بگیره به نام موسیقی زیرزمینی در ایران. حالا خیلی جالبه، اغلب شاید خیلی هم فکر کن که این موسیقی زیرزمینی فقط شامل موزیک رپ، راک، هوی متال و اینجوری نه میشه پاپ هم باشه. پاپ هم باشه. آره. اتفاقا همین ممکنه نوحه باشه. ممکنه نوحه باشه. آره. شما ممکن نوحه بخونی که مجوز ندن بهش و مجبوری زیرزمینی تولیدش کنی. مصطفی حاتمیان مهمون بعدی ما هستش. من خودم شنیدم بعضی از ترانه‌هاش جالب بودن، یعنی نشون میداد که جوان با استعدادی هست. بریم پس یکی از ترانه‌هاش رو گوش کنیم، فکر کنم ترانه پاسور قشنگ باشه، گوش بدیم بعد بریم باهاش صحبت کنیم. تو میدونی همه ی جون من آسپیک تو بگ پاسور من تو صدای نفس آروم من. آقای حاتمیان شما که برصورت میشه بهتون گفت خواننده زیرزمینی یه جورایی، درسته؟ یه جورایی همچون چیزیه دیگه. من معروف شرایط یه جوری هستش که فعلا اینجوری باید بسازیم. خب شرایط چجوری هستش مصطفی جان؟ شرایط والا واسه گرفتن مجوز خیلی مراحل باید پشت سر بذاری، خیلی باید انتظار بکشی، حالا آخرش هم مجوز داده بشه نشه. نرفتی تا حالا دنبالش رفتی؟ مجوز اون نه متأسفانه نرفتم، با چیزایی که شنیدم دیگه آدم به قول معروف ترس برش می‌داره بخواد بره دنبال مجوز. درآمدی هم می‌تونی از این طریق کسب کنی، چون کاری که مجوز نداره قاعدتا خب پخشش هم یه جور دیگه است دیگه. نه متأسفانه واسه ما فعلا فقط هزینه زیادی برمی‌داره واسه یه تراک خوندن. من الان در حال اسپانسرم دارم ولی خب به قول معروف شرایط اینقدر سخته که بالاخره باید بگذرونیم دیگه هر جور شده. خودت مثلا چند نفر رو می‌شناسی که می‌خونن تو ایران؟ کاست که نه، ترک میدن بیرون. و خواننده‌های زیادی هستن والا، من تا جایی که به قول ما سایت‌های اینترنتی رو می‌بینم واقعا می‌بینم که واقعا بی‌شمارن، خیلی هستن بیش از اندازه. شماها رابطه‌ای هم با هم دارین؟ یعنی این که همدیگه رو ببینین، جایی باشه بشینین صحبت کنین در مورد کاراتون، این اصلا یا کنسرت اجرا کنید؟ خب 100% اینجوری هم هستش، کنسرت‌های هم اجرا میشه در گوشه کنار با مجوز. بودن مجوز کنسرت بودن داده میشه با همه سختی‌هاش. برای آهنگ بدون مجوز آهنگای بدون مجوز میدن در گوشه کنار. آره مثلا خودت برای خودت پیش اومده مجوز کنسرت گرفتی؟ نه متأسفانه من اصلا تا حالا کنسرت ندادم و من خودم شخصا اصلا قرار رو کلیپ بدم و خواستم کارامو واقعا با مجوز وارد بازار کنم، ولی توی شرایط که من میبینم اونقدر سخته واقعا پس میکشم. البته من ترانه‌هاتو گوش میکردم حس میکردم که خیلی با ریتم 6 و 8 رقصیه، در این حال با اون یه کنتراست عجیبی هم داره، یه ترانه داره دشت کربلا و نمیدونم در مورد امام حسین میخونه. اونو خونده که شاید مجوز بگیره. آره اینطوریه، برای خیلی تناقض داره، از یه طرف امام حسین از طرف دیگه تو میدونی همه یه جون منی آس پیش. بله درسته، واقعا تفاوت بین این دو کار خیلی زیاد هستش. دشت کربلا کجا، پاسور کجا؟ پاسور اولین کار من هستش، دشت کربلا از آلبوم دوم من هستش و چجوری بگم بهتون، تو ماه محرم سفر ایجاب میکرد واقعا که من ترانه های شاد و بالاخره موزیک ترک قطعا قرار نبود بیرون بدم و به این نتیجه رسیدم که تو این ما چه بهتر که آدم یه ترک بده که به این ماه ایام بیاد و تصمیم گرفتم که ترک دشت کربلا رو بیرون بدم و خودم راضی هستم. حالا برای 22 خرداد که قرار بخونی؟ بیست رو بخوره والا من اصلا تو کار این چیزا نیستم که بخوام، خیلی هم اتفاقا پیشنهاد شده بهم، خیلی سرانسرا بودن که بقول معروف همچون ترانه با هم واگذار کردن که من بخونم، ولی خب متاسفانه من هیچ وقت خودم وارد آسیه نمی کنم. سیاسی نیستی؟ البته نمیدونم، من یه چیزی بگم بهتون، الان من در کل واقعا کشورم رو دوست دارم و از این اتفاقاتی که این چند وقت افتاده اصلا راضی نیستم، چون بالاخره من تو کشور خودم اونقدر راحت هستم، دارم زندگیمو میکنم دیگه بقول معروف، با این محدودیت ها بازم دارم کارامو انجام میدم، پس چه لزومی داره که آدم بخواد کاری کنه که آخرش هم ماجرایی که پیش اومد باشه؟ این روزا کی میاد کار سیاسی گوش بده؟ محافظه کار نیستی؟ فکر نمیکنی مثلا خیلی محافظه کاری؟ ببین به خاطر اینکه حالا در تکمیل صحبت محمد، به خاطر اینکه بعضیا معتقدن که هنرمند نباید نسبت به جامعه بی‌تفاوت باشه، نسبت به اطرافش بی‌تفاوت باشه، به همین دلیل. درسته، من سعی می‌کنم تو این یه مورد بی‌تفاوت که نه، ولی خب شرایط اینجوری می‌بینم که سکوت کنم. بعد ترانه شیرازی که قراره بدی بازار، شیرازی هستی دیگه درست؟
درست حد زدم شیرازی؟ من متاسفم من بندری هستم. آها بندر عباس دیگه. بله بله بله. به لهجه خودتون نمیخوای بخونی؟ خودم مال بندرلنگی هستش، یک از شهرهای بندر عباس. میگم به لهجه خودتون نمیخوای ترانه بخونی؟ والا چرا دیگه، ده تیر بندری هستش و چرا احتمالاً از این بعد گفتم که تو هر آلبوم که میدم بیرون یک یا دو ترک حتما کار بندری باشه، چون بالاخره یه جورایی انتظار دارم مردم و نگن که اصالتم رو زیر پا گذاشتم. کار آخرت چیه؟ چه کارهایی میخوای انجام بدی؟ حالا من دیشب یه کار ازم پخش شد به نام هوس، اون تمام سایت ها قرار گرفته. الان به زودی هم یه موزیک دیگه قرار استش که بیرون بدیم با خانم مرجان کندی به نام تقدیر، که اونم انشالله آخر همین ماه پخش خواهد شد. خواستم تشکر کنم از چند تا از دوستان که واقعا زحمت کشیدن واسه من. تنها سرهای من هستن که خانم سوگل صادقی، فرح منصوری، محمد اسلامی و انوش عزیز و تنظیم کنندم که آقای سعید زمانی هستش و واقعا با جون و دل به قول کار منو انجام میدادن و همینجا از همشون تشکر میکنم. فقط همینجا جا دارم اسپانسرم تشکر کنم، خانم یاسمن، که واقعا من حمایت میکنم. چجوری با برام بشه میخواد بره با دیگری، قلبم راحت بشکنه بگه که از یادم میری، دیگه منو نخواست و بر بهانه شد توی چشاش، حتی به قلبشم نخواست چجوری میمیرم برام. مصطفی حاتمیان بود، خواننده زیرزمینی در ایران. در ایران.